سلام خوش اومدید به کلاس درس یک روش خیلی معروف در محاسبه حدها هست که من به جای اینکه حالت کلیش رو براتون بنویسم میخوام با یک مثال شما اون رو یاد بگیرید چون خود من هم همیشه فقط با مثال یاد میگرفتم خب حدی که ما حساب کردیم و حد خیلی مهمی بود این بود که حد x به سمت صفر سینوس x به x مساوی با یک میشه ما اینو به کمک مسلسات و قضیه فشردگی و خلاصه همه دانش ریاضیاتمون رو ریختیم رو هم تا بتونیم این حد رو حساب بکنیم حالا سوالی که من میخوام ازتون بپرسم اینه که حد x به سمت صفر سینوس ax تقسیم بر ax چی میشه و روشی که ما میخوایم در این ویدیو استفاده بکنیم برای حل این روش تغییر متغیر هست و این روش رو من اینجا براتون با این مثال توضیح میدم من میام و اسم AX ای رو میذارم T خب یعنی اسم کل این عبارت x ای رو من میذارم T و من میدونم که وقتی که X میره به سمت صفر یعنی وقتی که X میره به سمت صفر من نتیجه میگیرم که A ضرب در X هم میره به سمت صفر طبق اون قوانین ساده حد یک عدد ثابت ضرب داره یک عددی که میره به سمت صفر میره به سمت صفر یا همون صفر کراندار و از این من نتیجه میگیرم که تی میره به سمت صفر بنابراین من میتونم این حد رو به این شکل بنویسم که بگم که این حد برابر هست با حد تی به سمت صفر سینوس تی به تی الان من فقط ببینید الان کاری که من توی این کردم این بود که فقط اسم ای رو گذاشتم تی و بعد کاری که اینجا در محاسبه نقطه ای که حد رو در اون میگیرم کردم این بود که اومدم دیدم که اگر ایکس بره به سمت صفر این متغیری که من اسمش رو گذاشتم تی حالا داره به سمت چه عددی میره و اینجا حساب کردم دیدم که ا اون هم داره میره به سمت صفر و بنابراین من میتونم این تغییر متغیر رو صورت بدم هیچ لزومی نداره که همیشه این اتفاق بیفته که اگر x میره به سمت صفر اون متغیر جدیدی که من ساختم هم بره به سمت صفر اما اینجا این اتفاق افتاد حالا شانس آوردیم و بنابراین حد تی به سمت صفر سینوس تی به تی هم که من میدونم مساوی میشه با یک چون این دقیقا مشابه همین حد هست بنابراین من نتیجه میگیرم که حد ای ایکس به سمت صفر سینوس ای ایکس تقسیم بر ای ایکس مساوی میشه با یک این یک قضیه خیلی مهم در حد هست بنابراین بذارید من دور این رو هم یک مستطیل بکشم که اهمیتش مشخص بشه خب حالا به کمک این حدی که من حساب کردم من میتونم یک سری حدهای حتی از این پیشیده تر رو هم حساب بکنم فرض بکنید از ما سوال پرسیده شده که حد x به سمت صفر سینوس ax تقسیم بر این بار bx رو حساب بکنید که a و b دو تا عدد ثابت هستند دیگه a و a ما نداریم بلکه a و b داریم تغییر متغیر دیگه اینجا به ما کمک نمیکنه چون من تو صورت AX دارم تو مخرج BX مجبورم دو تا متغیر جدید بسازم که اصلا کار جالبی نیست درسته؟ نه درست نیست چرا؟ چون من یک جوری میتونم یک تغییر متغیر جالبی اینجا بدم نگاه بکنید من اگر بیام اسم AX رو بذارم T خب A یک عدد ثابته که در X ضرب شده از این چه نتیجه میگیرم؟ از این نتیجه میگیرم که BX مساوی میشه با B یک A ضرب و تقسیم میکنم در BX X ایکس ایکس که این مساوی میشه با B A یوم T بنابراین من میتونم حتی BX رو هم بر حسب تی بنویسم چرا چون این که T من هست و این هم میشه همین B A یومی که من اینجا دارم بنابراین میشه B A یوم T و بنابراین من اگر این حد رو بنویسم این مساوی میشه با حد تی به سمت صفر سینوس تی تقسیم بر بی ایکس رو من می نویسم ایوم تی درسته فکر نمی کنم اشتباه کرده باشم دیگه چرا؟ چون وقتی X میره به سمت صفر اینجا نشون دادیم که تی میره به سمت صفر وقتی که ایکس میره به سمت صفر تی من هم میره به سمت صفر و من فقط جایگزین کردم ای رو با تی و بی ایکس رو با بی ایوم تی یک تغییر متغیر ساده که این مساوی میشه با حد T به سمت صفر A سینوس T به T که با خواص ابتدایی حد میدونیم که این برابر هست با A یعنی یک عدد ثابت ضرب در T به سمت صفر سینوس T به T که اینو میدونیم مساوی هست با یک بنابراین این مساوی میشه با A بیوم پس ما یک قضیه مهم دیگر هم در حد ثابت کردیم که حد X به سمت صفر سینوس ax. ای تقسیم بر بی ایکس مساوی میشه با A ای بیوم این هم خیلی مهم هست این حالت کلی همون چیز مهمی است که قبلا کشف کردیم و برای هر A و B این درست هست این در محاسبه خیلی از حدها به ما کمک میکنه